Hope for you. برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan, Settlement Short Sale, Direct Sale, Credit Card Settlement. درود فراوان خدمت بینندگان محترم تلویزیون رویال تام تی وی. آرزو دارم همه شما عزیزان سلامت باشید، هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذرونده باشید و امروز هم که روز پنجشنبه است با سلامتی خیلی خوش آمدید به میزگرد ناهید و هوشنگ و خیلی خوشحال و سالم و سرحال و شامتونم که انشالله خوردید و نشستید و به برنامه مورد علاقه خودتون توجه میفرمید. من ناهید هستم به اتفاق هوشنگ در برنامه ناهید و هوشنگ و Hope for You که برنامه روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا از تلویزیون رویال تایم تی وی پخش میشه و به طور زنده است و شما عزیزانی که تلفن میفرمایید در بین این ساعت 6 تا 7 خواهش میکنم فقط اسمتون و خانه و ایریا کد و شماره تلفنتون رو بذارید، بعد از اتمام برنامه به تک تک شما عزیزان پاسخگو خواهیم بود و روزهای فکر میکنم ویکند شنبه شنبه هم برنامه تکراری اونو سرکار خانم تهرانی نازنین مدیر برنامه و کارگردان نازنین ما مستر علی اینو پخش میکنن که ما سعادت اگر نداشتیم بر روز پنجشنبه شما عزیزان رو زیارت کنیم در اون روزها ما بتونیم شما رو ببینیم، چون عزیزانی میگفتن که ما شما رو مرتبا از تلویزیون میبینیم، ما شما رو مرتب میبینیم، با شما احساس میکنیم شما با ما رو میبینید. گفتم بله، ما هم احساسمون تو قلبمونه که شما عزیزانی میبینیم، ای کاش که میشد از این برای تلویزیون هم ما شما رو دوربین تلویزیون ما شما رو بتونیم ببینیم. به هر حال من پیشاپیش تشکر میکنم از تک تک شما نازنین ها، شما عزیزانی که ایمیل میدید، تلفن میفرمایید. انشالله که در این روزهایی که هوایی مقدارم داره گرم میشه یادتون نره آب زیاد بخورید و مواظب خودتون باشید که گرم و زده نشید. آقای نوری هم خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون آقای خانم، شما همینطور. تشکر از محبتتون. خانم آقایون از ادب دارم، به امید سلامتی و موفقیت شما هستیم. امروز هم روز پنجشنبه است و مثل هفته های گذشته به خانه های شما با اجازه شما وارد شدیم و از اینکه اجازه میدید ما این سالها این افتخار داشته باشیم، من ناهید خانم، که بتونیم بیاییم و در منزل شما و یک ساعت وقتتون رو بذارید، بسیار بسیار سپاسگزار هستیم و آرزو میکنیم روزی بتونیم جبران محبت های شما رو بکنیم و سرویسی عوامری داشته باشید برای شما در طبق اخلاص بذاریم و برای شما انجام بدیم. برنامه که ناهید خانم فرمودن، مدت هاست که ما این برنامه رو در تلویزیون های جام جم و تماشا و عصر امروز و در حال حاضر هم در رویال تایم تیوی داریم و امیدواریم که تونستیم در این سالهای یک دهه به بالاتر سرویس داده باشیم، کمکی کرده باشیم که شما از ما راضی باشید. این برنامه تبلیغاتی است و بابت اون کورپوریشن مربوطه هزینه پرداخت میکنه. طبق اصول FCC آمریکا ما باید به عرض عزیزان برسونیم که صاحبان و مدیران و کارگردانها و کارمندان تلویزیون عصر امروز هیچ گونه مسئولیتی در قبال گفتهای ناهید خانم و من ندارند. من خوشبختانم در این سالهای زیاد که افتخار حضور شما در حضور شما هستیم، هیچ موقع نه ناهید خانم نه من خدا نکرده حرفی نزدیم که بر اصول قوانین رادیو تلویزیونی باشه یا خدا نکرده شما دروغ گفته باشیم یا یه چیزی رو قلف کرده باشیم و گنده کرده باشیم که بتونیم به شما بفروشیم و ازش منفعت ببریم. هرچی که به عرض شما عزیزان میرسونیم از روی صداقت است و حقیقت است و مطالعاتی که میکنیم، تجربه هایی که در ظرف این 30 و چند سال داریم در این مسائل به عرض شما میرسونیم. امیدوارم که بتونیم کمکی کرده باشیم. روز اولی که این برنامه رو ناهید خانم فرمودن که شروع کردیم در سالهای پیش در جام جم، هدف اصلی آگاهی شماها برای تصمیم گیری صحیح در خرید خونه، فروش خونه، فاینانس، ری فاینانس،
اینوستمنت کردن، کارهای دیگری که ما میتونستیم براتون انجام بدیم درست انجام بدید و اطلاعاتتون بالا بره که خودتون بتونید درست تصمیم بگیرید. یه چتر فایننس ما درست کردیم و مثل کاسکو که همه ممبر هستن، ما البته ممبرشیپ نداریم، فقط دوستان عزیزی که با ما همکاری میکنن ممبرهای افتخاری ما هستن و سعی کردیم که در زیر این چتر تمام خواسته های شما رو انجام بدیم. چقدر راحته وقتی شما تشریف میارید کاسکو، وقتی کارت برمیدارید و تشریف میبرید هر چی میخواید میخرید، یعنی دیگه از اینجا نمیرید بیرون، برید یه فروشگاهی دیگه، وقتتون رو بذارید، بنزین بذارید، تصادف بذارید، استکاک ماشین بذارید. برنامه ما همینه، شما وقتی که پیش ما تشریف بیارید وام بهتون میدیم، خونتون رو میخریم، خونتون رو میفروشیم، ریفایننس میکنیم، هارد مانی میدیم، فامیلی دوستی دارید با آمریکا میاریم، دانشگاه بخواید ثبت نام بکنید براتون ثبت نام میکنیم، هر نوع کاری داشته باشید، ساختمان میخواید بسازید پول میدیم، زمین میخواید بخرید پول میدیم، کامرشال در نیویورک دارید به شما پول میدیم، فلوریدا دارید، هر جای آمریکا هر چی بخواید نایت خانم و من در اخلاص در طبقه در خدمت شما عزیزان است. بله، ما روز اول خب به هر حال برنامه ریل استیت و وام رو داشتیم. تک تک شما نازنین ها خب تلفن می‌کردید، عوامر دیگه ای داشتید، میگفتید چرا این کارو نمی‌کنید، چرا آقای نوری این کار نمی‌کنید. به هر حال محبت داشتید، دوست داشتید. ما هم سعی کردیم که تو این سال‌ها به هر حال با وکلای خیلی خوبی آشنا بشیم، اونها برای ما کار کنن، یعنی نه که برای ما کار کنن، با ما باشن که اگر شما عزیزان عوامری در همین گفته‌های آقای نوری عوامری داشتید که میخواید تشریف بیارید به آمریکا، میخواید پول بیارید، میخواید نمیدونم ازدواج کنید، میخواید دانشگاه برید، بتونیم ما تمام این کارهای شما رو در زیر این سقف انجام بدیم و خودمون هم ببینیم که کارهای شما به خوبی پیش بره. برای شما عزیزان که برای اولین بار و یا برای چندمین بار میخواید منزلی رو خریداری بکنید برای زندگی کردن خودتون، اگر از تمام استیت‌های دیگه تشریف میارید، چون ما در 4 استیت خودمون آفیس داریم، در آریزونا و در نوادا، در هاوایی و در اورنج کاونتی، و در تمام استیت‌های دیگه اون 46 تا استیت دیگه رو ما با همکاران دیگمون، بروکرهای دیگه همکاری داریم و اونها هم همینطور با ما همکاری دارن، در این ما باشت همکاری داریم در این 4 استیت. پس بنابراین ما شما رو در این 50 استیت آمریکا تنها نمیذاریم، از هر جا که شما تلفن بفرمایید ما کارهای شما رو تا اونجایی که بتونیم انجام بدیم براتون انجام بدیم و نگران نباشید، تنهاتون نمیذاریم. پس بنابراین شما عزیزانی که اگر از استیت‌های دیگه تشریف میارید به کالیفرنیا که واقعا بهش دنیاست، و لس آنجلس خب خیلی ها دوست دارن که میگن دیگه تهران جلس، ولی خب به طرف اورنج کاونتی که سخت باشه خب خیلی هوای تمیزتر و بهتر و خوشحال میشیم که شما بیاید و ما شما نازنین ها رو ببینیم. اگر در استیت‌های دیگه تشریف دارید برف و سرما و نمیدونم گرمای ناراحت کننده هست، واقعا هوای کالیفرنیا خیلی خوبه، تبلیغ میکنم برای کالیفرنیا چون تعداد عزیزان ایرانی مثل این که کم هستن، میخوام بیشتر همه رو بیاریم به طرف خودمون. به هر جد شما نازنین ها اگر در خود کالیفرنیا هستید یا در هر نقطه میخواید تشریف برید منزلی رو خریداری بفرمایید، ما این لیستی درست کردیم که از شما یه سوالات رو میکنیم که شما خب میفرمایید من یه منزلی میخوام در این حدود باشه، در این قسمت کالیفرنیا باشه، یا اینکه اینقدر کش دارم یا تمام میخوام کش بگیرم، یه مقدار کش دارم و در این حدود. خب ما که نمیدونیم مطمئنن و خودتونم واقعا نمیدونید که میتونید آیا از عهده پرداخت این مقدار وام دیگهی که میمونه برای شما در ماه بر بیایید و بدید، برای همینه که ما ریل استیت رو با وام و با هم کردیم که خیلی راحت تر با شما یه مصاحبه میکنیم یا همدیگر رو میبینیم از نزدیک و ما میبینیم که شما عزیزان چقدر درآمد دارید، چقدر مخارج دارید، اینها رو با هم سابترکت میکنیم و میبینیم که شما خب این مقدار پولو دارید، این مقدار میتونید وام بگیرید و میتونیم بریم منزلی رو در این حدود برای شما در این مقدار قیمت پیدا کنیم.
پس کار شما راحت میشه. با یک کمپانی میتونید هم وامتون رو بگیرید هم منزلی رو که میخواید میتونید خریداری کنید. میریم ما منزل رو در اون منطقه که شما دوست دارید، بعد از شما سوالاتی میکنیم که آیا شما دوست دارید سیتی ویو باشه، ماونتین ویو باشه، اوشن ویو باشه، نمیدونم نزدیک به بیمارستان باشه، نزدیک به مدرسه باشه. تمام این مقدار در 15 تا سوالی که ما اینو نوشتیم و از همه سوال میکنیم و میریم دنبال نزدیکترین منزلی رو که به آرزوی شما به نزدیک باشه، به خواسته های شما نزدیک باشه، براتون هر چند تایی که در اون منطقه باشه براتون پیدا میکنیم و بعد برای شما ایمیل میکنیم. شما خواهش میکنم که ایمیل رو ببینید سریعاً و بعد به ما زنگ بزنید به 949-547-7409. بفرمایید که من اصلا هیچ کدوم اینا رو دوست ندارم، هیچ اشکال ندارم، ما مجدداً برای شما در اون حوالی نزدیکتر یا یه ذره دورتر براتون پیدا میکنیم اگر در دسترس باشه، چه در دست ما چه در دسترس عزیزان دیگر، هیچ فرقی نمیکنه. ما دسترسی به تمام این جاهایی که میذارن منزل ها رو برای فروش ما داریم، اون هم که در ریلسینگ خودمون هست که خب دیگه هیچ اشکالی نداره، براتون ما میتونیم پیدا کنیم. ولی اگر دوست داشتید یه شماره میدید، میفهمید من میخوام در فردا و پس فردا در این تاریخ در این ساعت بیام و اینو از نزدیک ببینم، من و آقای نوری قبلا میریم و این منزل رو میبینیم، بعد به اطلاع شما میرسونیم، شما تشریف میارید، با هم میریم منزل رو میبینیم و اگر که خوشتون اومد که زهی سعادت، کارها خیلی راحتتر انجام میشه، زودتر شما نازنین ها میتونید وامتون رو بگیرید و منزل که دوست دارید تشریف ببرید به سلامتی وارد منزل جدیدتون بشید. ولی اگر دوست نداشتید، خب از نزدیکم دیدید، مجددا براتون پیدا میکنیم، هیچ اشکالی نداره. شما ما رو هایر میکنید و ما خیلی خوشحال میشیم که کاری رو انجام بدیم که شما واقعا راضی باشید، دوست داشته باشید، مثل خیلی عزیزان که واقعا ما میریم و محبت میکنن، میبینیمشون و واقعا تشکر میکنن. ما هم سعی میکنیم که برای شما عزیزان کاری رو انجام بدیم که مثل این که برای یکی از فامیلای خودمون، برای خودمون میخوام این کار انجام بدیم، واقعا دلسوزانه میریم جلو. اینی که امیدوارم که شما عزیزان اگر هر نوع ریل استیتی برای خرید دارید، برای فروش دارید، برای زندگی کردن خودتون، برای اینوستمنت کردن، نوع بزینس میخواید، فقط به 949-547-7409 زنگ بزنید. خیلی خوشحال میشیم که هر نوع عواملی در این قسمت داشته باشید برای شما انجام بدیم و ما سعی کردیم که به خاطر قدردانی از شما نازنین ها که سالهای سال بیننده تلویزیون ما هستید و با ما همکاری میکنید و یا خانواده خودتون رو مثل مادر عزیزی پسر خودشون رو معرفی میکنن، پدر عزیزی دختر خودشون یا پسر خودشون رو معرفی میکنن، خودشون میان از این وام استفاده میکنن از طریق ما، یا اینکه بچه ها میان از اون وامی که مخصوص 62 ساله ها هست برای پدر مادرشون انتخاب میکنن، تلفن به ما میزنن و اون کار ما انجام میدیم، واقعا تشکر میکنم، قدردانی میکنم و به خاطر این قدردانی از شماها تصمیم گرفتیم که ما شما نازنین هایی که منزلتون رو با ما لیستینگ میکنین برای فروش، ما از کامیشن خودمون کم بکنیم اون چیزی که قانونن باید به شما بدین، از شما یعنی شما بایستی بدید، ما کمتر بگیریم و اون مقدار رو از نظر پولی مادی به شما عزیزان برسه و این تشکری باشه که به جای یه سبد گل، به جای یه بسکت میوه، به جای یه گیفت کارت، من فکر میکنم هر مقدار پولی رو که به نسبت منزل شما که بیشتر گرونتر باشه، خب پول خیلی زیادتری رو شما میتونید سیف کنید و به زخم زندگی خودتون بزنید، اون بهتر از این کادوهای دیگه باشه. خیلی ممنون، دست دلباز شدید دانید خانم. خب دیگه باید چه کار کنیم، تو 2017 و عزیزان اینقدر محبت میکنن، ما هم بایستی جبران بکنیم. بله، ما اینجا کیسه ندوختیم آقای نوری که من بیام یه بزنس از شما بگیرم و اون کامیشنی که باید بگیرم، اون پولی که باید بگیرم و کارم رو بکنم و ببرم و بدوزم و تموم کنم و فورگت دیگه کنم برای اون مشتری. نه،
ما سعی میکنیم که من اگر آقای نوری رو میارم اینقدر دیل خوب بهشون بدم و برای شما خرید منزلم حتی ما اینقدر چونه میزنیم دیرویل میکنیم که حد نداره. سعی میکنیم بهترین وامو برای شما بدیم. اینه که شما وقت میرید چیکار میکنید میبینید ما کار خوب کردیم، خب دوست دارید، آشنا دارید، فامیل دارید، معرفی میکنید. پس بنابراین مرتبا این بزنس ما میچرخه. حالا ما به جایی که میخوایم از یه نفر پول در بیاریم و ساتیسفاید بشیم اشکال نداره، ما از 4 تا 5 تا کار میکنیم و اون مقدار پول در خیلی بیاریم. متشکرم. نایت خان راجع به خرید منزل گفتن، برنامه بسیار خوبی خودشون درست کردن، یک کوشنری دارن، سوالا رو میکنن، رو اون ما میریم براتون خونه پیدا میکنیم و بعد ان شاء الله به سلامتی خوشتون اومد براتون میگیریم. و ما برای لیستینگ منزل خیلی مهمه براتون برسونم. البته درباره چقدر ما شما رو کاست براتون چقدر هزینه داره که نایت خانم فرمودن که ما تخفیف میدیم بدون. شما برای لیستینگ چه برای خونه، چه برای زمین، چه برای هر نوع ساختمان تجارتی، هر نوع ریل استیتی که در آمریکا دارید، در 50 تا ایالت دارید، ما برای شما میتونیم لیستینگ کنیم و بفروشیم. تنها چیزی که مهم است از کجا شروع کنیم. شما تلفن رو برمیدارید به شماره 949-547-7409 تلفن میفرمایید، یا من یا نایت خانم گوشی رو برمیداریم، شما اسم خودتون، نام فامیلتون، تلفنتون، ایمیلتون و آدرس پراپرتی، آدرس جایی که میخواید بفروشید به ما میدید. 24 ساعت بعد ما برای شما یک دونه کتابچه پرینت چاپ میکنیم به اسم خودتون و میاییم با شما دیدار میکنیم در هر جایی که بخواید و بعد شما میرسونیم که این ساختمان تجارتی، این خونه، این کاندو، این زمین طبق اطلاعات ما که در 3-4 ماه گذشته مثل خونه شما چقدر فروش رفته و با ریت بالا رفتن ریل استیت در ظرف 4 ماه گذشته خونه شما به نظر ما چقدر میارزه و یه مقدارم برای چونه زدن بهش اضافه میکنیم که بتونیم هم چونه بزنن که ما براتون انجام بدیم. خب لیستینگ کردیم، حالا از کجا مردم میدونن که شما لیستینگ دارید برای خرید میکنید؟ ما سیستمای مختلفی در آمریکا داریم، از همه مهمتر سیستم اسم به نام MLS که مولتیپل لیستینگ، همه بروکرها و ایجنتها از طریق بروکرها در داخل MLS میرن خونه هایی که لیستینگ دارن، یعنی میخوان بفروشن، میرن اونجا اطلاعاتو میذارن و این اطلاعات توی شهرها و توی نمیدونم استیت و همه هست. مثلا یه نفر میخواد در اورنج کانتی، میزنه اورنج کانتی در کالیفرنیا، اورنج کانتی و شهر ایرواین، میگه من خونه میخوام مثلا از 500,000 دلار تا 700,000 دلار یا خونه 1,000,000 دلار، چند تا اتاق خواب، چند تا نمیدونم همون داشته باشه، گار، همه اطلاعات میدید. بعد کامپیوتر میره میگرده در اون منطقه اونایی که الان موجود هست و شما میخوای براتون در میاره. خب خیلی جالب، ما این کارو میکنیم و مردم نگاه میکنن و خونه شما رو اگه پسند کردن میخرن. در زیلو میذاریم، زیلو بسیار وبسایت خوبی است و خیلی هم تماشا بیننده داره برای رنتال، برای خرید خونه خیلی جالبه و قیمت ها رو حدودا به شما میگه. شما اگه مثلا میخوای ببینید خونتون چقدر میارزه حدودی، برید zillow.com، آدرس خونتون رو میپرسه بزنید، میگه خونه شما چقدر میارزه. بعضی وقتا زیلو 10 تا 20,000 دلار پایینتر و بالاتره، ولی به هر صورت حدوداً دست شما میاد که چقدر ارزش داره. بعد در realtor.com براتون میذاریم. من پشت همین تلویزیون تبلیغ میکنم برای خونتون، اگه بخواید اجازه میگیرم از شما. از همه مهمتر ما فوتوگراف ها یا عکاس های مخصوص با تجربه فقط ریل استیت داریم با قیمت های خیلی بالا میفرستیم و عکس های بسیار زیبایی از منظر شما میگیرن، اونه میذاریم در MLS که مردم ببینن. البته این با خرج خودمونه، با خرج خودماست. بله، بعد برسون برسونم که بعد از همه اینها ما اجازه میگیریم که یک شنبه ها از 1 تا 4 بعد از ظهر اوپن هاوس تو خونه شما بذاریم. اوپن هاوس یعنی چی؟ یعنی خونه شما درش بازه و دوستانی که رد میشن و ساین میبینن که نمیشه اوپن هاوس، آدرس فلان، میان اونجا و خونه رو میبینن. البته من و نایت خانم هر دو هستیم، هر دو مسئولیم،
اگر دو طبقه باشه کسی طبقه بالا بره کفشا رو در میاره یا روکش کفش ما خریدیم اونا رو میپوشن، از پله ها میرن بالا، یکی از ما باشون میره اتاق رو نگاه میکنن برمیگردن، اون نفر بعدی پایینه اگر از کسی دیگه بیاد اون میبره نشون میده و آدرس و اسم و تلفن اینها رو ما میگیریم که اگر کاری چیزی داشته باشیم بتونیم با اینها تماس بگیریم. ما برای اوپن هاوس من و نایت خانم بیمه داریم که بیمه تصادف داریم که اگر اتفاقی بیفته بیمه ما میده، احتیاجی نیست که شما نگران باشید، بیمه شما سیف و سالم سر جاش میمونه. بعضی وقتا دوستانی هستن که از ایالات دیگه میان نمیتونن یک شنبه بیان، وسط هفته میخوان بیان، ما در MLS اعلام میکنیم که 48 ساعت قبل باید به من تلفن کنن که ما امروز دوشنبه، ما چهارشنبه 48 ساعت قبل مثلا ساعت 4 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر میخوایم بیایم ببینیم. ما به شما اطلاع میدیم، اگر ساعت و روزش برای شما اوکی بود به ما اعلام فرمایید، ما به اونها میگیم، خودمونم میاییم و میان خونه شما رو میبینن. بعد که خونه رو دیدن آفر میدن، یعنی فرمای پر میکنن، میگن خونه شما 1 میلیون دور تو مارکت گذاشتید ما 1 میلیون میخریم، یا ممکنه 1 میلیون گذاشتید 20 نفر خریدار است ما بیشتر فروختیم 1 میلیون 100 تا 1 میلیون 150 تا فروختیم. ما همین ها رو جمع میکنیم، نگاه میکنیم به دیل و ویل، کی کش میخره، کی پول بیشتری دان پیمنت میذاره، کی کردیتش بهتره، کی زودتر کلوز میکنه برای شما، میاریم حضورتون، با هم میشینیم یه کنفرانس میدیم، شما نظرتون رو به ما میفرمایید، اون که میخواید انتخاب میکنیم، بهشون میگیم و قرارداد میبندیم و محضر باز میکنیم و میریم دنبالش. این پروسیجر یک فروش منزل. البته از من سوال میشه آقا نیروخونه ها الان در حال حاضر چند روزه فروش میره؟ نگاه کنید، اگه کاندو زیر 400,000 دلار، 450,000 دلار ما 1 هفته 2 هفته میفروشیم برد. منازل زیر 650-700 که البته اگه پیدا بشه 650-700 زیر 1 میلیون، زیر 1 میلیون بگیم، اونه میتونیم 1 ماه 1 ماه و نیم بفروشیم. منازلی که بالای 1.5-2.5-3 هست، چون خب مبلغ زیاده خریدارها کم هستن، باید یکی بیاد واقعا خوشش بیاد بخواد پول داشته باشه، اون یه خورده بیشتر طول میکشه، ولی به صورت مسابقه نیست که ما باید خون شما رو بفروشیم. نه باید سیاق نوری، یه موقع است که اینو من خودم دیدم، بالای 2.5 میلیون منزلی رو گذاشتن 48 ساعت تو مارکت رفت، ولی یکی دیگر رو گذاشتن مثلا 6 ماه بعد. 6 ماه هنوز نرفته. این که پس بنابراین چجوری بگم، این بستگی داره دیگه، حالا یه موقع یا زودتر میشه یا یه مقدار دیرتر میشه دیگه، بستگی به این که چجوری آدم، چجوری کسی یهو امروز ممکن یه نفر بیاد و خوشش بیاد بخره، بعد دیگه یه دفعه کسی نیاد برای جای دیگه بخواد، تا یه چند ماه طول میکشه یکی از یه جای دیگه بیاد و بر صورت اینم برای فروش، برای مرسون برسونم که عزیزانی که میخوان چیزای خوب بخرن، خونه های تازه ساز بخرن، ما هم در ایرواین و هم در رانچو میشن ویهو خونه های بسیار زیبای تازه ساز داریم که شما عزیزان میتونید به من بفرمایید و بروکرج ما، کمپانی ما اپروبه، میتونیم بریم اینها رو ببینید و ما براتون خونه های تازه ساز بخریم که 30 سال 35 سال خیالتون راحت توی زندگی میکنه، هوای تمیز، جای عالی، قیمت های خیلی خیلی خوب. یک زمینی بسیار خوبی است، متعلق است به یکی از دوستای عزیز من، ایشون دکتر جراح هستن در رشت و اینجا زندگی میکنن و در سال 2-3 دفعه تشریف میبرن رشت، به زندگیشون و به مطب و اینا میرسن. ایشون تو کار ریل استیت هستن، یه تعداد زمینهای بسیار زیبایی خریده بودن، همه رو فروختن و یک دونه مونده در جای بسیار خوبی در باغ پرندگان، خیابان رسالت، بر اصلی خیابان رسالت با 25 متر بر اصلی و فواره بسیار خوب و زیبا روبروی کوچه باغ، برای متری 590,000 تومان. من البته نمیدونم یعنی چی متری 590,000 تومان، اون موقع که ما ایران بودیم حقوق ما بود 2,000 تومان در ما، 590,000 تومان برای یک تونه متر مربع اصلا تازه ارزونه. من شنیدم که متر مربع 20 میلیون تومان و 30 میلیون تومان و 100 میلیون تومان متر مربع گرونترین ریل استیت ها در دنیا الان توی تهران. بر صورت دوستان عزیز که میخوان پولم میتونن در ایران ریال بدن،
به من تماس بگیرید، من تلفن های دکتر رو بهتون میدم، خودتون باش نگوشیت بکنید. بنده نه پولی میگیرم نه کاری کردم، فقط دوست عزیز من هستن، با هم سونا میریم، با هم ورزش میکنیم، ارادت دارم حضورشون و ایشون از من خواستن و من هم به شما عزیزان اعلام کردم اجازه رو دادن. تعداد زمین زیادی هست، اونم یکی از دوستای دیگه ایرانی من هست که این در شمال لس آنجلس، شهر بسیار زیبا عالی، زمینهای خیلی خوب، خونهایی که اونجا رو زمین ها ساختن در داخل گیتد کامیونیتی بالای 1.5 میلیون دلاره، ولی من زمین ها رو میتونم با 250-170 بستگی داره 300,000 دلار براتون بخرم. بسیار عالی گیتد کامیونیتی، ما هوای تمیز روی ارتفاع اصلا بی نظیر. تمام این ساب دیویژن دوست من مال اون بوده، همه رو ساخته، مثلا خودش الان از خونه ها دو تا خونه واسش مونده که همه رو فروخته، یکیش مثلا اجاره داده به یکی از بزرگترین موزیسین های آمریکایی که ماهی 12,000 دلار اجاره میگیره، یه دونه دیگه شون واقعا چقدر اون یکی زیباست، اون اجاره داده به 10,500 تا. بقیه زمینام که نفروخته اونجا هست و میخواد که فروش بده. اگر دوست دارید با من تماس بگیرید که من به استعداد شما عزیزان برسونم. حالا دیگه مسئله ریل استیت یه لحظه بذاریم کنار، یکم نصیحت‌ها رو شروع کنیم که هم شما ریلکس بکشید و همین که دیگه این ریل استیت فروش و خرید و خونه و اینها از گوششون یکم بره بیرون ریلکس کن. از شبت که موزیک نداریم، موزیک نداریم، منم که صدا خیلی افتضاح نوید خانم دوست ندارن صدای قشنگش رو به کسی نشون بدن، اینه که دوتایی نمیتونیم آواز بخونیم. ولی به هر صورت اولا خانم و آقایون، شما اگه ازدواج کردید، زن و شوهر هستید، بچه دارید، خانواده دارید، خونه دارید، زندگی دارید که بیشتر از 60,000-70,000 دلار در آمریکا ارزش داره، از نون شب واجبتر باز کردن یک تراست فامیلی. تراست فامیلی یه شخصه، فقط جون نداره، بنابراین هیچ کس نمیتونه دخل و تصرفی درش بکنه. شما تراست وا میکنی به اسم خود، هر چی داری میریزی تو تراست، دیگه همه چی زندگی کنترل خودت. خیلی جالبه. بعدش هم نگاه میکنی اگه خانم به شما خیلی نایسته و خوبه و غذای اینا رو حسابی درست میکنه، لباس ها رو تمیز میکنه، به شما میرسه، این کارا رو میکنه، بچه ها رو بزرگ کرده، خب بعد از شما خودت باید اونو منیجر بذاری، نری کسی دیگه رو بذاری، خانمت منیجر میذاری. یعنی شما خدای نکرده از بین رفتید، چیزی دست به دست میشه، به جای شما خانم شما رئیسه، بقیه فامیل شما هم در اونجا هستن، نه که نیستن. خانم شما تصمیم میگیره این ادامه بده به این تراست یا تراست دیزالف کنه، یعنی از بین ببره. تراست که از بین بره باید همه چی فروش بره و تقسیم بشه به همگی. اما در زمان فوت شوهر شما یا خانم شما، دولت فدرال و دولت ایالتی یک پنی بابت انحصار وراثه یا دد تکس نمیگیره. خب این خیلی کمک میکنه برای زندگی خانواده شما بعد از شما. بنابراین با فکر و دانش و پیشبینی کنید، اینکه نه اینکه نه من که نمیمیرم و این حرفا چیه و تا خودم هستم خودم اداره میکنم و نه، اینا رو بذارید کنار، مرگ دست خداست و هیچ کسی نمیدونه فردا چه خواهد شد، یه لحظه دیگه. بنابراین اگر واقعا انسانی هستید که به فکر خانواده هستید و به فکر آینده هستید، یکی از کارهای بسیار بسیار مهمه، مثل که ماشینتون شما میرید بیمه میکنید، بگید من که تصادف نمی کنم، بهترین راننده هستم، 50 سال هم از رانندگی میکنم، چرا بیمه میکنید؟ برای روز مبادا، برای اینکه اگه اتفاق بیفته، اینم برای همینه. اینو خواهش میکنم این مسئله یادتون نره. ولی خب این البته یه پولی به نسبت اون ثروتی رو که شما دارید، یه پولی رو اول میدید بین 500 دلار، 1,000 دلار، 1,500 دلار و دیگه ماهیانه پول نمیدید، این هست و دیگه اون کاغذ و پرونده رو میگیرید و برای خودتون نگه میدارید که اگر خدایی نکرده. خب ما همیشه اینو میگیم، ولی برها همه ماها یه روزی مثل مامان خدا بیامرز من که میگفتن، خدا رحمتشون کنه، میگفتن ما در یه روز ما به دنیا میایم و یه روزم بایستی بریم، اینجا جای ابدی برای هیچ کس نیست و نخواهد بود و این درست. به هر حال امیدوارم که همه عزیزان، خداوند پشت و پناه تمام جوانها باشه، همه رو به راه راست هدایت کنی و انسان‌هایی هم مثل ماها به هر حال یک عمر طبیعی و عمر کافی با احترام با عزت بکنیم و
به هر حال بایستی همه یک روزی بریم به اون بهشت دیگه. ما الان که در بهشت زندگی میکنیم، امیدوارم که اینقدر خوب باشیم که خانه دوممونم بشه بهشت مجددا. به به، چه جاهای خوب خوبی نه خانم. هوای خوب مثل کالیفرنیا. نه خانم، بهشت این که من الان میبینم همین کالیفرنیا است. همون جاست که دلتون میگم خوشحال باشید، هپی باشید، با همه خوب باشید، عقده و کینه نداشته باشید، حسادت نداشته باشید. بهش اونجاست، کازاری نباشد. نباشد. کسی را با کسی کاری نباشد. کاری نباشد. اون بهشت. چرا آقای نوری، کسی رو با کسی میشه کاری باشه؟ من باید با دوستام دوست باشم، باید برم و بیام، باید کار باشه بابا. شما پس بهش تشریف میشه که نه، منظور که کاری نباشد، یعنی کارهایی که دخالت بدگویی و این چیزا نباشه، که واقعا من که تو ذاتم نیست و در من وجود نداره. خب، نصیحت دوم که یه خورده سرتون خلوت بشه، نصیحت دوم این است که هوا داره چی میشه نوید خانم؟ گرم میشه. اینو خواهش میکنم، خیلی مهمه. من الان خودم امروز حالم زیاد خوب نیست، به دلیلی که میدونم خودم دیهایدرت شدم. هوا گرمه، اگر تو آفتاب بخواید راه برید حتما با خودتون آب داشته باشید. سعی کنید راه رفتن ها صبح زود باشه یا عصر باشه، بعد از اینکه نزدیک های خورشید داره میره و سانست بشه. کرم های پروتکشن بزنید. کرم پروتکشن بذارید. کلاه و عینک به هیچ عنوان یادتون نره. جلو آفتاب زیاد نیستید. خانم آقایون، آفتاب درست خوبه، ولی برای پوست بدن شما بزرگترین دشمنه. حواستون باشه به این مسائل. سوار ماشین میشید، تشریف میبرید، در یه جا ماشینتون رو پارک میکنید. یا در فضای باز نایت خانم، یا در فضای بسته. فضای باز آفتاب از شیشه ها میخوره تو ماشین. اینو بهش میگن گرین هاوس افکت. یعنی چی؟ اصلا چرا گرین هاوس به فارسی چی میشه؟ گلخونه. چرا گلخونه ایرانی ها درست میکردن؟ گلخونه از شیشه است. نور خورشید که از شیشه میاد تو با یک طول موج بلند میاد تو، میاد اونجا. حالا که میخواد هیت برگرده، با طول موج کوتاه میشه، از شیشه نمیتونه رد بشه. چون رد نمیشه، این هوای گرم تو گلخونه میمونه، باعث میشه که در هوای سرد یا هوای دیگه گلا چیکار بشه نهت خانم؟ بمونه سالم. اینه در نظر داشته باشید. حالا شما ماشینتونه توی آفتاب گذاشتید پارکینگ، ساعت 9 تشبورید سر کار، روش 5 بعضی رو میخواید برید، وارد این ماشین که میشید، اصلا بوی ناراحت کننده کمیکال های صندلی ها و داشبورد و بدنه، اصلا داری نفس میکشی. اول کاری که میکنی، درا رو باز میذاری، پنجره ها رو میکشید پایین، برای یه مدت این هوا عوض بشه، بعد ماشین استارت میکنید و ایرکاندیشنتون رو میزنید. این خیلی خطرناکه برای اون گازهایی که متساعد میشه در داخل اتومبیل، و خواهش میکنم فکر سلامتی و ریه های نازنین خودتون باشید، چون امراض ریوی در آمریکا خیلی زیاده به خاطر گازها. مثلا همین شما اتفاقا با نایت خانم صحبت میشد، شما الان سرتون میره جلو آینه و اون چیه میزنه مثلاشون؟ اسپری میزنید برای موهاتون. درا رو بستید، در همون بسته است، پنجره ها بسته است، این پخش میشه رو سرتون و اینو میدید توی ریه هاتون. مثلا دخترم میگه که اینا کمیکاله، اینا همه من استفاده اصلا نمیکنه، ولی خب ماها باید گاهی یه ضرر استفاده کمیکال بکنم. اینا بدترین کمیکال های موجوده. درا رو باز بذارید، بعدم که میزنید به سرتون زدید، اونو بذارید زمین، رو از در برید بیرون، بذارید این ستل دان بشه. این چیزایی که عرض میکنم حضورتون چیزای روزمره است، ولی خیلی 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 مهمه. چیزای دیگه هست، رانندگی. مثلا شما اومدید سر چهارراه ایستادید و چراغا قرمز، چهار تا خط هست، چهار تا ماشین، مال شما یکیه. چراغ که سبز شد، شما سعی نکنید نفر اول باشید. اینو خواهش میکنم بذارید ماشین و سه تا ماشین دیگه جلو بیفتن، بعد شما حرکت کنید. چون خیلی تصادف دلایل شده. خیلی زیاده. من به چشم خودم دیدم، ماشین اول راه افتاد، یه ماشین میومد، زرد بود، زرد سرعتش زیاد کرد، قرمز شد، اینم رفته بود زدن، ببخشید راننده از بین رفت و داستان مفصل.
حواستون باشه. یکی دیگه نصیحت پنجم، شبا که مهمونی تشریف میبرید و رانندگی میکنید برمیگردید منزل، به هیچ چراغ سبزی بعد از ساعت 11 12 شب اعتماد نکنید. نایت خانم میدونه من به مرزی که سر چراغ قرمز سبز میرسم یه استاپ کوچیک میکنم، سمت راست سمت چپ چراغی ماشینی دیوونه مستی دراگی کسی نیست، بعد رد میشم. اینا یه چیزای کوچیکی است که اگر مراعات بفرمایید شاید یه روزی همین حرفای من جون شما رو نجات بده. و ما باید سعی خودمون رو بکنیم تا اونجا که میتونیم یه چیزهایی رو که فکر میکنیم پیش پا افتاده است یه مقدار بیشتر رعایت کنیم، توجه کنیم، و اون برای سلامتی است. و انشالله که بچه ها جوان ها اگر مشروب میخورن اون شب رو در خانه های دوستان بمونن، درایو نکنن، یا هر کس به هر حال نمیتونم بگم که اصلا نخورید. خیلی ها خب این بچه های جوان هستن، به خصوص پدر مادر ها باید بهشون بگن و بمونن منزل هر کسی که مهمونیه، یا اینکه با تاکسی یا با این اوبر اینها برگردن یا برن و برگردن که براشون خطری کمتری باشه. من از مثلا دختر کوچیک من و نامزدشون که آمریکایی هستن، از این پسر من خیلی خوشم میاد، بهش احترام میذارم. مشروب خور زیاد نیست، ولی خب بخواهد آمریکاییه دیگه، دوست داره بخوره. هر وقت که مهمون هست هر جا که میره ماشین هم 3-4 تا داره، با اوبر میره. دخترم میگه من خودم درایو میکنم، میگه نه. من مشروب نمیخورم. میگه که خیلی خوب باش، ولی بعد اوبر تلفن میکنه و با اوبر با اوبر میره، با اوبر میره. ساعت 1-2 بعد شبم اوبر میاد میره، یه مقدار پولم واقعا باید به اونایی که این اوبر رو درست کردن آدم چون اوبر خیلی سیفه برای جوانها، دخترها، همه خوب شناخته شده است. اینه که تو رو خدا اولا مشروب نخورید، به جز که سم تو بدنتو میرزید و برینتون از بین میبرید، جوانهای مقدار نخورید بهتره، به جاش آب میوه بخورید. بخواست خیلی چیزا هست آقای دکتر. آقای دکتر بفرمایید. به شما میگن، منم گفتم آقای دکتر، آقای نوری، دکترها میگن که شب یک لیوان شراب قرمز خیلی خوبه. دکترها خودشون بخورن خانم. برسون برسونم که بنده ایده خود منه، نه درستشون بدیم، ولی خواهش میکنم اگر میخورید درایو نکنید، چون واقعا اگر شما رو بگیرن تمام زندگیتون رو بینید، کارتون رو دست میدید، حیثیتون رو دست میدید، ماشین رو دست میدید، درایو لایسنستون رو دست میدید. جریمه بی خود، جریمه بی خود، خیلی خدا نیاره انشالله. حواستون جمع باشه. خب به هر حال ما درباره ریل استیت برای خرید و فروش صحبت کردیم، امیدوارم که سرتون رو درد نیورده باشیم. به یه مقدارم اومدیم زیادی دیگه مادر بزرگی و پدر بزرگی بکنیم و نصیحت که نمیشه کرد، ولی خب صحبت ها چیزهایی رو که خودمون میدونیم، اتفاقاتی که در روز میفته و متوجه میشیم، برای شما عزیزانم در اینجا پیاده کنیم و بگیم، این آگاهی رو به همه شماها بدیم. و ما در کنار همین ریل استیت، خب شما نازنینایی که میخواید بزینسی رو بخرید، منزلی رو بخرید، اینوستمنتی میخواید بکنید، خب پولم میخواید قرض کنید، از بانک بگیرید، وام بگیرید. به هر حال ما هم یه بانک هستیم، ما هم تمام کارهای وامی شما رو، هر نوع وامی که در بازار آمریکا باشه ما هم در دسترسمون هست و برای شما عزیزان پیاده میکنیم. نگاه میکنیم چه نوع وامی شما میتونید بگیرید که بتونید اون پرداخت ماهیانه رو بدید، آیا به شما میدن این وامو، نمیدن، چه کار باید بکنید. تمام اینا رو ما با شما میریم جلو و از همون اول برنامه قبل از خرید منزلتون با شما صحبت میکنیم. پس بنابراین ما خب خیلی وام ها هستش که شما بایستی 2 سال تجربه کاری داشته باشید، در اون کارتون هنوز باشید، اوراق مالیاتی میخواد، یه پرسنتج بالاتر دام پیمنت میخواد، بعضی ها هست که کمتر میخواد. همه نوع، وقت که من میگم وامی رو ما برای شما داریم، یعنی شما فکر نکنید الان اگر ماه پیش یا بانکراپسی کردید، فکر میکنید الان کریدیتتون خوب نیست، بانکراپسی داشتین، نمیتونید الان کشات بکنید، نمیتونید الان وام بگیرید، نه بابا من نرم مزاحم مثلا آقای نوری بشم، نه اشکال نداره، شما تلفن بزنید
فقط تلفن رو بردارید 949-547-7409. اینو خدا رو گواه میگیرم آقای نوری اینقدی که با شما عزیزان وقت میذارن و دوست دارن صحبت کنن، با من والا دوست ندارن وقت بذارن و صحبت کنن. من که میخوام صحبتی بکنم فعلا شورت و مختصر، اولشو بگو آخرش بود دستت. ولی برای شما عزیزان اگر هر چقدر بخوان توضیح میدن، شما در دل میکنید، صحبت میکنید، واقعا سنگ صبور هستن. البته ایشون کم لطفی میکنن، بنده هر موقع ایشون صحبت میکنم بنده قشنگ گوش میدم با احترام زیاد. بله بله. احترام خاصی نسبت به نایت خانم تو این سالها دارم و واقعا ایشون لیاقتش دارن و یک لیدی به تمام معنا هستن. بعضی وقت شوخی میکنم ولی جدی نگیرید ایشون، هر چی که ام بکنن ما در خدمتشون هستیم. برای ما دشمن تراشی نکنید. برای شما عزیزان، برای خود من میخوام ببینم دشمن تراشی نه. آخه دوستان الان دوستان صمیمی من نگاه میکنن، بعد تو میمونیا میگن هوشنگ آقای نوری کجا، میگن هوشنگ. بله بفهمید خانم. چرا ناید خانم ایشون جرات ندارن بگن ناید، ناید خانم چرا اذیت میکنی؟ که ما اذیت نکردیم. دوستم دارن نازنینه. اینه که دشمن تراشی ولی ما نکنید، ما بزنید. نه خواهش میکنم، راحت زندگی کنید. ناید خانم راجع به وام ها، بله یه نوع وام هست که بفرمایید. بله خب دیدین شما خسته نشید. نه دیدین گفتم شما خیلی عجله دارید. یه نوع وام هست که شما عزیزانی که بالای 62 سال هستید میتونید از این وام استفاده کنید، هم برای خرید منزل هم برای کش اوت و احتیاجی به اوراق مالیاتی نداره. ولی خب آقای نوری دیگه نمیذارم بقیه رو من صحبت کنم، میخوان که خودشون دیدین گفتم. هر سبت که خارم آقایون، ما اول بذاری وامو برای شما تشریح بکنم. ما دو جور وام داریم. یک وام هاییست که دولت فدرال آمریکا که همون هاده و FHA که داخل هاده، اینها یک پروژه هایی دارن برای کمک کردن به مردم آمریکا، که این پروژه ها یک گایدلاین هایی داره، مقرراتی داره و اینو میدن به بانک های مختلف، به اینوستر های مختلف، به لندر های مختلف، که اگر کسی این شرایط داشت شما میتونید به اینها چیکار کنید؟ وام بدید. یه اینشورنس هم توش میذارن که پولش ماه به ماه کم میکنه. این وام ها دولت آمریکا اینا رو بیمه میکنه. دولت آمریکا پول به هیچ کس نمیده، یعنی لندر نیست. این وام های دولتی که عرض کردم حضورتون خیلی ساده است، دو اسماشو میگم بعد یکی یکی دربارش صحبت میکنم. وام های دولتی اول از همه FHA Federal Housing Administration 3.5% دان پیمنت تا 630,500 دلار در استیت کالیفرنیا. تکس ریترن 2 سال میخواد، 3.5% شما پول نقد میذارید، 30 ساله فیکس ثابت به شما 30 ساله میدیم. اوراق مالیاتیتون باید انقدر باشه که تکافوی بدیهیاتونو بکنه. کردیتون 580-590 به بالا باشه اوکیه، ما تا 570 هم میتونیم بکنیم. اگر این موقع درآمدتون هم کمه میتونید یکی از دوستانی فامیلی بیارید، فقط از درآمد اون استفاده کنید بدون که تو خونه چیکار کنید، خونه زندگی کنه. ریفایننس هم میتونید بکنید، اونایی که خونه دارن میخوان ریفایننس کنن تا 95% ریفایننس بکنید. میخواید پول نقد بگیرید تا 90% براتون FHA نید خانم پول به تو میدیم. بسیار برنامه دیگه ما VA Veteran Administration. VA برای خانم ها آقایون است که در نیروهای مسلح آمریکا خدمت میکنن یا خدمت کردن و تا 1,000,000 دلار بدون پیش پرداخت، بدون هزینه لون 100% به شما وام میدن. ولی باید درآمد داشته باشید، باید کردیتتون اوکی باشه مثل FHA 570-580 به بالا، تکس ریترن داشته باشید 2 سال و جاب داشته باشید. ریتش هم عالیه، خیلی هم عالیه، تا 1,000,000 دلار دارم برسا میرسونم. یه خوبی که داره شما بخرید بعد بخواید بفروشید، اگر اون خریدار کوالیفای باشید دیگه نمیخواید لون بگیره، شما لونتون رو ترانسفر میکنید بهش. خیلی جالبه، خیلی جالبه این مسئله. وامای کشاورزی داریم برای پیشبرد کشاورزی در آمریکا، گسترش کشاورزی، خریدن ماشین آلات، زدن چاهای عمیق، و ما پول داریم براتون و برسون برسونیم. که یکی دیگه هست که بهش میگن Government Insured Loan یا Reverse Mortgage.
که بسیار بسیار این پروگرام خوبی. من هر هفته میگم به شما سه تا پروگرام در آمریکا که برای همه ماها عالیه. یکی سوشال سکیوریتی که در ماه میدیم و موقع بازنشستگی برمیداریم برای زندگیمون. دوم مدیکر که برای اشخاصی که شامل حالشو میشه ای و بی دارن، بیمارستان دارن، دکتر دارن، 80% میده. سوم ریورس مورگیج برای اونایی که خونه دارن، 62 سال به بالا دارن، پول احتیاج دارن ولی شغل ندارن، تاکسیتر ندارن، نایت خانم درآمده افتاده دیگه بازنشسته شده، بله الان کردیت کارتاشو پر شده، کارتا مونده اینا، ماشین قسط دارن میدن، از رو خونه شون دولت به بانک ها میده پول بدن، یا اینکه خونه میخوان بخرن چقدر بذارن و پول بخرن. ریورس مورگیج یکی از بهترین پروگرامایست که رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت ریگن اینو به کنگره داد و تصویب شد و اومد تو مارکت، هم برای خرید منزله هم برای ریفایننس کردن. سند خونه باید به اسم صاحب خونه باشه، مهم نیست این سند دیروز اومده به اسم شما یا 10 سال اومدیش فرقی نداره. آب و برق و گاز باید بدید. از همه مهمتر خانم آقایون، چه در خرید منزل چه در ریفایننس و کشاوت کردن، شما باید پول، از همه مهمتر خیلی مهمه، مالیات ریال استیت خونه یعنی تکس خونه، هوم اسوسییشن و اینشورنس رو باید خودتون بدید. پس بنابراین باید درآمدی نشون بدید قانونی، یا تو تکس ریترنتونه یا روی سوشال سکیوریتی که داره میاد، یا پول هنگفتی تو بانک دارید اون حساب میکنن، که باید نشون بدید که بله ما میتونیم این بدهکاری ها رو بدیم. وقتی که این بدهکاری ها رو شما دادید و داشتید بدید، میتونیم این کار براتون انجام بدیم. خونه رو نمیتونید اجاره بدید در دو حالت، در هر دو حالت خرید خونه یا ریفایننس کردن، ولی اگه اتاق اضافه دارید میتونید خصوصی اجاره بدید، کسی با شما کاری نداره. در هر دو حالت شما میتونید تصمیم بگیرید قسط ماهانه که نداره، قسط سالانه یا ماهانه ندید. خب شما یه وامی گرفتید، یه بهره پول داره، 3.5-4.5% بستگی داره چه پروگرامی هست، و این بهره هر سال جمع میشه به وام شما. شما اگر قسط ندید آخر سال بهره به وامتون چی شده؟ اضافه شده میشه. اگر آخر سال تصمیم میگیرید یه چک بکشید بهره رو بدید، هیچی به وام شما اضافه نمیشه. و حالا اصلا فرض کنید ندید تا آخر عمرتون، شما فوت کردید، خانمتون به بانک میگه که شوهر من فوت کرده، حالا خانم میمونه تا آخر عمر اون، خانمم فوت کرد، بچه ها به بانک میگن، یک سال بهشون وقت میدن که خونه رو بفروشن، پول بانک بدن یا پول لندر بدن یا ریفایننس بکنن پول بدن. یه قانون جدید که اومده خیلی جالبه این برای ریورس مورگیج. قبلا اگه شما مثلا 70 سالتون 62 سال به بالا داشتید، ولی خب یه خانم تفلک نازنین 22 ساله داشتید، 19 ساله داشتید، ایشونو ریورس مورگیج اسمشو نمیتونستن بذارن. اگرم شوهرم میمرد، به این تفلک هم از نظر سن اجحاف شده بود، هم از نظر خونه بهش هیچی نمیداد. اما حالا عوض شده، شما اگر سنتون 62 سال به بالاست و خانم زیبای شما از 62 سال کمتر هست، ایشون بعد از مرگ شما تو خونه میشینه تا آخر عمرش پول حقوق اجاره نمیده. خیلی جالبه این مسئله، خیلی همه رو واقعا خوشحال کرد، چون خود ما الان 18 ساله داریم ریورس مورگیج در تمام آمریکا میکنیم و الان جدیدن فقط در کالیفرنیا و هاوایی انجام میدیم. این بسیار عالیه، شما چه نمیدونید چقدر ما از مشتریامون دست دادیم به خاطر این مسئله. نایت خانم بله خیلی خوب. همیشه اکثرا هم خانم ها جوانتر بودن، جوانتر هستن. عرضتون برسونم عزیزانی که میخوان پول نقد بگیرن چطوری میگیرن؟ شما با ما تماس میگیرید، ما به شما اول میگیم با یه مؤسسه دیگه است باید صحبت کنید، اونها به شما یه دیپلوی سرتیفیکیت میدن، به ما میدید، بعد ما شروع میکنیم برای انجام وام شما. اپریزل یا کارشناس میفرستیم ساختمانی، خونه شما رو ارزیابی میکنه، میگه خونه شما اینقدر میارزه. در استیت کالیفرنیا ماکسیمم ارزش یک خونه برای این پروگرام 630,500. خب خیلی جالبه، روی اون و سن شما میگن چند درصد به شما پول میدن. 62 سال به بالا، هر چی سن شما از 62 سال به بالاتر باشه پول بیشتری میدن بهتون تا 99 سالگی.
این پول شما میتونید پول نقد بگیرید، میتونید کش بگیرید، البته کشش هم تکس فریه، کسی تکس نمیگیره از شما. سوشال سکیوریتی بگیرید، SSI بگیرید، مهم نیست، کسی با شما کاری نداره. این پول میتونی نقد بگیرید، میتونی بگید آقا من اصلا لاین آف کردیت میخوام، کش بگی نصفش نقد میخوام، نصفش لاین آف کردیت میخوام. یا میتونی بگی به من ماهی $1,000 $2,000 بدی تا این پول تموم بشه. یه مسئله دیگه که دولت عوض کرد در 2 سال پیش، 1 سال پیش این بود که اول شما اگر هر چی پول نقد می‌خواستید به شما می‌رسید، همه رو 2 دسته به تو می‌دادن. یک تعدادی از این دوستان فوراً سوار ماشین می‌شدن، تشریف می‌بردن در لاس وگاس، یه مقدارشون رو می‌باختن یا انیوتی می‌ذاشتن که دولت دوست نداره این کارو بکنید شما. اومدن چیکار کردن؟ اومدن 60% پول کش علامتون میدن، 40% رو سال دیگه به تو میدن. این مسئله خیلی مهمه که این کارو برای شما انجام بدن. برسون برسونم که خونه رو شما هر موقع بخواید میتونید بفروشید. کسی بعد از مرگ شما از خونه کسی رو بیرون نمیکنه. خونه نه مال دولته، نه مال بانکه، خونه مال خود شماست، یه وام روشه. اون وام هم لین داره، اون بانک مربوطه. بهره هم داره، بهره هم جمع میشه. شما میتونید از اصل پولم بدید، میتونید بهره هم بدید، میتونید اصلا هم ندید. کسی با شما کاری نداره. بسیار پروگرام خوبی. این برای عزیزان من، این برای اونایی که خونه دارن و میخوان چیکار کنن، کشات کنن. تایتل خونه، سند خونه به اسم خودتونه. اصلا کسی با شما کاری نداره. یه برنامه مثل اینکه لون معمولی گرفتید ولی به جای که پول بدید، پول نمیدید. اگرم خواستید میدید، هیچ اشکال. اما تکس ریترن و جاب و شغل و کردیت و این حرفا رو اصلا نمیخواد. یادتون نره. باید نشون بدید به من قبل از اینکه کاری بکنیم، اینترویو، که شما قدرت پرداخت تکس و هوم اسوسییشن و آب و برق دارید به اضافه $550 برای هر نفر خوده. برای خرج خونه نفر دوم 150 تا اضافه میشه، میشه 6 میشه 700. اونا رو باید به من نشون بدید. ما زحمت بکشیم بعد پول نداشته باشید به شما وام نمیدن، حواستون باشه. پس بنابراین ریورس مورگیج همه نمیتونن بگیرن، باید با من صحبت کنید. ما با شما 10 دقیقه صحبت میکنم، کوالیفای. وقتی من بگم آره یعنی آره، یعنی میکنیم، نگران نباشید. چون انقدر من و ناید خانم رو ریورس مورگیج تجربه داریم و 100 نفر در آمریکا ما یک دوره دیدیم در سان فرانسیسکو که این 100 نفر ما سرتیفاید شدیم به عنوان متخصصین ریورس مورگیج. بنده یکی از اونها هستم خوشبختانه، چون سالهاست ما داره میکاره بکنم. و البته قبلا خب برنامه ها فرق میکرد، تا حالا همه چی خوب شده و عوض شده. این برای ریورس مورگیج بسیار پروگرام خوبیه. برای خرید خونه شما به ما میگید کجا میخواید بخرید، خونه رو یا ما پیدا میکنیم یا اگه دورتر از ما هستید کسی دیگه پیدا میکنه. بازم رو سن شما میگن چقدر پول نقد باید بذارید. پول میتونن فامیل بهتون بدن، میتونید از ایران بیارید ولی از طریق بانک نشون داده بشه، میتونید خونه دارید فروختید بذارید، بچه ها رو پول رو هم بذارن بخرنش، فرقی نداره. تو خونه باید زندگی کنید، بازم همینطوره باید برید مصاحبه کنید. مصاحبه کردید باید به من نشون میدید که شما چقدر پول دارید که میتونید قسطا رو، این پول آب و برق و گاز رو نمیدونم تکس و اینا رو بدید، برای شما خونتون انجام میدید، تشمرید میرید توش زندگی میکنید به سلامتی. بهترین پروگرام خانم ها آقایان، ما 4 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید برنامه های دیگه رو بگم. شما در هر جای آمریکا پول 10 روزه میخواید، من براتون از $50,000 تا $50,000,000 دارم، برای ساختمان تجارتی، برای ریورس، برای خونه ها، برای زمین، برای هر چی که بخواید ما پول داریم. نه تکسیتر میخواد، نه کردیت میخواد. این یکی. عزیزانی که از کشورهای دیگه میان هیچی ندارن، یه پاسپورت دارن. الان من کردم 30%، قبلا 50% بود. 30% پول نقد نشون میدید ما به شما خونه میدیم. از این بهتر؟ تا چند؟ تا $5,000,000. وام های بازرگانی داریم در تمام آمریکا. ساختمان های 20 طبقه، 30 طبقه، 400، 500 یونیت. زمین میخواید ساختمان تجارتی بسازید، براتون کانستراکشن لون داریم. زمین رزیدنشال دارید میخواید کانستراکشن، هاردمانی میخواید براتون داریم. کردیتون خرابه، وام دوم میخواید براتون میگیریم. کردیت نمیتونید جای دیگه بگیرید، احتیاج بانکراپسی کردید، پول میخواید برای بدهیاتونو بدید، باز تو بانکراپسی ما به شما لون دوم میدیم. هیچ کس نمیده، باور کنید حرف من. وام های عالی داریم، تا $3,000,000 ما به شما میتونیم وام بدیم برای خرید خونه های عالی، تا $1,500,000 تا به شما میتونیم وام بدیم برای کش اوت. اما تکس ریترن میخواد، شغل میخواد، کردیت بالای 700 میخواد، اینا همه چیز اینا رو میخواد. اینا رو در جریان باشید، چیزی نیست که نخواد، همه چیز رو میخواد.
تنها چیزی که الان مسئله مهمه این است که شما عزیزان بدونید که چی میخواید. برای بزنس های کوچیک دارید، ما اسمال بزنس لون داریم برای شما نازنین ها، اگه میخواد اکوپمنت بگیرید برای بیمارستان، برای دکترها، ما میتونیم وام به شما بدیم. از سبب که دوستان عزیزی از من خواستن، من براشون از ایران پول میارم، کمکشون میکنم. خب اترنی بالا میگیره، 2000 دلار، 2500 میگیره، ما خیلی کم میگیریم، خیلی کم. به من باقی نوری شما واقعا همینه قیمت، دیگه پولی خرج ما نداریم. بعد از گفتم نه عزیزم خرجی نداریم، همینه که هست. برای تعداد خیلی از دوستان پول آوردیم، کمک کردیم، وظیفه‌مون بوده. سوالی دارید، درد دلی دارید، جایی هست تصمیم نمیتونی بگیرید، به من و ناید خانم تلفن کنید. ما مثل برادر شما، مثل خواهر شما میشینیم، با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، درد دل می نگاه کنید. خانم آقایون، ما اینجا یه اقلیت فامیل هستیم. تمام ایرانی ها در آمریکا به عقیده من از یک فامیل هم. بله. ما باید به هم برسیم. زیر صفحه تلویزیون نگاه کنید، ایرانی از مشاغل ایرانی حمایت کنید. مگه من مریضم اینو نوشتم؟ به من که چیزی نمیدن که. من دارم از شما خواهش میکنم بابا یه دلاری که خرج میکنه اینا ببرید توی سفره ایرانی. بله، ما بهترین دکترهای ایرانی داریم، بهترین گروسری‌های ایرانی داریم، بهترین رستوران‌های ایرانی داریم، بهترین هندیمن‌های ایرانی داریم، بهترین عزیزانی داریم که مهندس برق و این چیزا هستن، الان کارهای مثلا کارهای دیگه کوچیک‌تر، بهترین ریلتورها و مورگیج بانکرها داریم، خامن ناهید، آقای هوشنگ‌خان و بقیه دوستان، و بهترین اکاونتینگ‌ها رو داریم، آیونی که توی تکس و این چیزا هستن، برای بهترین ها رو داریم. واقعا ایرانی هایی هستن که کارهای همین. چرا شما آقای رامین یزدی وکیلی نمیگید که بهترین برای امیگریشن، انسان نازنین؟ خب ایشون چون با ما هستن، پولم کم چارج میکنه. بله، تلفن بزنید، ما نامزد دارید، اجازه کار میخواید، نمیدونم جایی میخواید بخرید، یه میلیون دلار اینوست بکنید، چیزی به ما نمیرسه. ما فقط به خاطر اینکه شما عزیزان کارتون راحت باشه، یه شماره رو حفظ کنید، نگاه کنید، بگید من مثلا یه اترنی میخوام، یه یکی میخوام برای امیگریشن. ما وقتمون تموم شد. من یک کلمه به شما میگم، خیلی خصوصی، به کسی هم نگیدم. هر کاری دارید، اشکالی دارید، گرفتاری دارید، سوالی دارید، من با موی سفید و ناهید خانم با موی بلاند در اختیار شما هستیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا هفته آینده. منم تک تک شما نازنین ها رو به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم، با تشکر قدردانی زیاد از سرکار خانم تهرانی نازنین، مدیر برنامه، کارگردان خوبمون مستر علی، تانک یو. و شما نازنین ها که بیننده نازنین ما هستید، همتون رو به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم تا هفته آینده که باز با هم باشیم. شب و روز بسیار بسیار خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدارتون. Hope for you، برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan، Settlement Short Sale، Direct Sale، Credit Card Settlement.